در همین رابطه بیشتر صحبت میکنم با مهمانان من آقایان زلمه افغانی و آگاه سیاسی که در استودیوی سوم تلونیوز حضور یافتن و آقای پرویز خلیلی استاد دانشگاه که از طریق خط اسکایپ با ما وصل شدن. مهمانان گرامی سلام بر شما، خیلی خوش آمدین به برنامه. آقای افغانی، اگر بحث را با شما آغاز بکنیم، امارت اسلامی از تعامل مثبت افغانستان با کشورهای جهان صحبت میکند، چقدر این تعامل مثبت تا اینجای کار شکل گرفته؟ بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما، خدمت جناب خلیص و سلام میخوام داشته باشم به خدمت ملت افغانستان در هر گوشه از جهان هستی که سنوار سمارا مساعدمند باشن همراه اعضای فامیلای محترمشان. از حادثه لرزت به خود کاخ نشینان، ما خانه بدوشان غم سیلاب نداریم. طبعا اگر هر تعامل و صحبتی مطرح بحث میشه بر مبنای پالیسی حاکمیت های هست که در او حاکمیت مدیریت میکنن. اگر امروز هم کشورهای همسایه و فرامنطقوی پیرامون از اینکه چگونه بتانند با حکومت فعلی افغانستان تعاملاتی داشته باشند، چی در سطح رسمی و چی غیر رسمی، گام های مثبتی هست که افغانستان از انزوا برایه. اگر در سفر اخیری که کشورهای همسایه به افغانستان داشتن، قزاقستان اوجا برای حکومت فعلی افغانستان وعده سپرده که دیپلمات های سیاسی حکومت سرپرست را قبول بکنه، این میشه گام مثبتی باشه در راستای از اینکه بتانن همون تعامل آهسته آهسته بر مبنای از این صورت بگیره که چطور تعریف منافع افغانستان هم صورت بگیره در حاکمیت های کشورهای همسایه و فرامنطقوی. چرا به اساس همون اصل معقوله تعریف منافع حاکمیت ها روابط دیپلماتیک و سیاسی خود را منسجم می سازند؟ و اگر امروز هم پیرامون این موضوعات گام های برداشته میشه، این هست که او بار خود شش تن تجزیه کردن و تحلیل کردن. دکترین اقتصادی نظامی سیاسیشان از این به این نتیجه رسیدن که این تعامل ها میتونه به نفع کشورهایشان باشه. و نشست اخیری که در سمرقند انجام شد و به در سطح وزرای خارجه کشورهای همسایه بود، این هم گام مثبتی را میتونه باشه در راستای تعامل افغانستان با جامعه جهانی. افغانستان کشوری جدا بافته از جامعه جهانی نیست. مکلفیت حاکمیت فعلی افغانستان هم هست که بر مبنای تعریف واحد از منافع ملی افغانستان در دستاوردهای حکومت فعلی و گذشته را حفظ بکنه و ایجاد فاصله هایی را که در حال رقم خوردن هست از طریق اعمال برنامه های فرامنطقوی کشورهای همسایه و فرامنطقه را مدیریت بکنه که افغانستان بتونه جایگاه خود را کمافی سابق در جامعه جهانی به دست بیاره. چرا که ملت افغانستان با فقر روزافزون مواجه هست و حکومت فعلی هم با فشارهای اقتصادی و سیاسی محتمل شده. سپاسگزارتان. آقای خلیلی درود بر شما، شما هم خیلی خوش آمدین به برنامه. آنچه آقای افغانیار به او اشاره کرد، قزاقستان از بازگشایی سفارتش در افغانستان و تحویل دهی سفارت افغانستان در کشور خودشان به امارت اسلامی در آینده نزدیک صحبت کرده، این اقدام خبر از چی میته؟ برام خدا بار ما این است که این نوع برخوردهای کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای خلیج فارس و جنوب آسیا در قبال افغانستان و در قبال سرنوشت مردم افغانستان و دستگاه دیپلماسی افغانستان باور ما یک برخورد سلیقوی است و بر اساس منافع کشورهای منطقه است و بر اساس تعاملات و رقابتهای منطقوی خودی کشورها در میان خود و با بازیگرهای بین المللی است که در این امر هیچ نوع منافع مردم افغانستان مطرح نیست و اونها به دنبال حل اساسی قضیه افغانستان نیستند، بلکه برای در این بازی های خرد کوچک گاهی سفارت میگن ما تحویل میتیم و در این حال باز میگن ما به خواستار حکومت همه شمول هستیم و باز میخوایند که دروازه مکاتب باز شود و خانما به کار برند و اون خواسته هایشان قبول نمیشه. این نوع تضاد بیاناتشان و تضاد اظهارات و موقفگیری های ضد نقیض، موقفگیری های کوتاه مدت و سلیقوی این کشورها متاسفانه نه تنها امروز بلکه سالهای سال جریان داره. هر دولت و ملت فکر میکنین کجای صحبت های این کشورها در تضاد وجود داشته؟ از زمان حاکمیت امارت اسلامی تا اینجای کار جامعه جهانی مخصوصا کشورهای منطقه هم وارد دو سه شرط مهم را مطرح ساختن که گفتن اگر این شروط ما در افغانستان برآورده شود و امارت اسلامی به این شرط ها تمکین نشان بده، ما حاضر هستیم با امارت اسلامی تعامل رسمی را انجام بدیم. خب درست، اما شرایطشان پورا نشد. ببینید چند تا شرط بود: بس باز شدن مکاتب، بس کار خانم ها، آزادی بیان، بس حکومت همه شمول و مسائل متعددی که کم و فی سابق باقی مانده. او یک طرف قضیه.
اما ببینید ما یک بحث تحویل دهی سفارت قنصلگری ها و حکومت ها در دنیا بر اساس کنوانسیون های بین المللی، بر اساس میثاق های بین الملل و بر اساس قوانین بین المللی، رویه قضایی، عرف بین المللی دارای یک مکانیزم خاص است که هرگاه او چارچوب و میکانیزم حقوقی سیاسی خودش نپیماید و او مراحل طی نکنه، مشروعیت و جایگاه و صلابت دستگاه دیپلماسی زیر سوال میره، حیثیت یک مملکت و حیثیت دستگاه دیپلماسی زیر سوال میره. خب ما با تضرع و زاری و با امتیاز دادن بر منطقه و تمکین کردن بر خواسته های منطقه، اگر بخوایم که سفارت کنسولگری را به دست بیاریم، هی حیات و تاریخ و پرستیج و جایگاه مردم افغانستان را در نظام بین الملل از بین میبره. برای من معتقد بری هستم که هرگاه ما در داخل افغانستان همه من حیث شهروند بتانیم به یک رای حل سیاسی بر اختلافات و مشکلات خود پیدا بکنیم، همه مانند برادر در یک شهر، در یک مملکت در هم دیگر پذیر زندگی بکنیم، از یک رفاه و ثبات لازم برخوردار شویم، بدون شک که منطقه خودش حاضر میشه که با ما تعامل بکنه، منطقه خودش حاضر میشه که دولت افغانستان و حکومت حاکمان زمان را به مشروع چی به رسمیت بشناسه. اما اگر قرار بی باشه که ما به مشکل اساسی افغانستان که او اختلافات داخلی است، او اختلافات سیاسی است، او مشکلاتی که احزاب و گروه ها و جریانات در داخل بیرون افغانستان با هم دارن، شهروندان افغانستان میان هم درگیر هستند، اگر ما بر این مسائل اساسی نپردازیم یا را تفره بریم و این مسائل فراموش بکنیم و بریم یک همیشه تمام سرمایه گذاری و توجه و تلاش ما برای برسمیت شناختن و کسب سفارتخانه ها باشن، متاسفانه ما نه تنها به اون چیزا نمیرسانیم بلکه خیلی از مسائل دیگر هم از دست میدیم و این کشورهای آسیای مرکزی همه ایش در بحث داعش، در بحث مواد مخدر، در بحث رقابت چین روسیه با امریکا دخیل هستند و این بازی هایی که گاه ایران می آید سفارت و کنسولگری را بر اساس منافع خود و تضادی که با امریکایی ها دارند تحویل می دهد و قزاقستان کوشش می کند که از قافله منطقه عقب نمانی کارا را می کند، من معتقد بری هستم که بر اساس چارچوب منافع خودشان است و این بازی های سلیقوی مشکلات افغانستان افزایش می دهد. سپاسگزارتان آقای افغانیار. شما صحبت های آقای خلیلی را شنیدین. این میگن وقت سفارت خانه های کشورها در افغانستان باز می شود و نمایندگی های کشور کشورها در نماینده افغانستان یا امارت اسلامی در این کشورها حضور پیدا میکنه، تمامش بازی های منطقوی است که بر اساس رقابت های جهانی و منطقوی شکل میگیره. واقعا دیدگاه شما چی است؟ این رفتارها از کجا آب میخوره و کار را به کجا خواهد رساند؟ ما در اول هم گفتیم تمام کشورها پالیسیشان بر اساس روابط و اساس منافع ملیشان هست. اگر هر کشوری با کشور بعدی میخواد رابط داشته باشه، او بی فکر میکنه که چطور بتونه منافع ملی خود حفظ بکنه. درست آقای افغانیار، طبعا هر کشور به منفعت ملی کشور خودش فکر میکنه، اما اینجا بس افغانستان چی میشه، منافع افغانستان چی میشه و چقدر این کارها و این اقدامات بالای رابطه افغانستان با جهان، مخصوصا کشورهایی که این چنین گام ها را برمیدارن، چی تاثیر خواهد داشت؟ رابطه ها باید دو طرفه باشه و اساس منافع باشه. اگر امروز کشورهای همسایه و فرامنطقوی با حکومت فعلی روابط نزدیک را میخواهند داشته باشند، آیا در طول دههای گذشته هم چنین عکس العملی را انجام میدادند؟ اگر ما بر بگردیم تاریخ را مطالعه بکنین، ملتی که تاریخ را مطالعه نکنه بالایش تطبیق میشه. در طول چند دهه اخیر کشورهای همسایه و فرامنطقوی هیچ گاهی به فکر نبودن که افغانستان با ثبات به منفعتشان هست. او میگفتن که جنگ در افغانستان آرامش و ثبات در کشور ما، او میگفتن جنگ در افغانستان بر ما اقتصاد. امروز که او کشورهای همسایه خودشان با مشکلات داخلی مواجه هستند و هر از گاهی دست به دامان حکومت فعلی افغانستان میشن که شما بیاین روابط ما را با گروه‌های مخالفین سیاسی داخلی ما حل بسازین، پس به این نتیجه میرسین که امروز کشورهای همسایه و فرامنطقوی آهسته آهسته به این نتیجه رسیدن که افغانستان با ثبات در این شرایط میتونه به نفع منطقه و جهان باشه. اگر تقابل قدرت ها مطرح بحث هست، اگر روس ها ایجا حضور می داشته باشند و مدیریت می کنند نشست وزیران خارجه را، اگر ایجا ایران حضور داره، پاکستان حضور داره، ما برگردیم ببینیم چین مستقیما پاکستان را مدیریت میکنه، روسیه مستقیما ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، ایران و ترکیه را مدیریت میکنه و روسیه و چین در تضاد استخباراتی و منافع عمومیشان با امریکا هست.
اینجا برمیگرده به حکومت حاکم فعلی امارت اسلامی که بر مبنای منافع ملی ما چطور بتونین از این کشاغازهای سیاسی استخباراتی موجود در سطح جامعه جهانی استفاده بکنین و جایگاه افغانستان را حفظ بکنین. اگر بر افغانستان شرط میمانند که به اساس این شرط ها ما شما را بر رسمیت میشناسین، آیا حاکمیت، نفوذ و جغرافیا مطرح بحث نیست در راستای به رسمیت شناختن؟ برگردین 21 سال قبل زمانی که نشست تمثیلی بن ایجاد شد و درود بر ما طرح حکومت انتقالی و موقت انتخاب شد، حتی ولسوال ما هم انتخاب شده بود، اوجا چطور بود تعریف منافع ما با کشورهای فرامنطقوی؟ زمانی که به افغانستان حمله صورت گرفت و در طول 21 سال به ده ها هزار مردم ما از بین رفت، اوجا کجا بود این منافع تقابل بین المللی که بیاید از ملت افغانستان پرسان بکنند؟ اگر امروز میگن حکومت همشمول، همو کشورهایی که ادعای همشمول دارن، آیا خودشان همشمول هست؟ آیا برگردین همو وزیر خارجه ایران که با وقاحت میاد دست سرپرست وزیر را میگیره، ببخشید دست سرپرست وزیر داخله را میگیره، میگه آقای متقی ما 21 ماه میشه منتظر حکومت همشمول هستین، آیا در حکومت ایران 26 میلیون اهل تسنن؟ آقای افغانیار ادامه صحبت هایتان را می داشته باشیم و این که شما اشاره کردین کشورهای منطقه و همسایه موارد را مطرح می سازند که در کشورهای خودشان همچون مسائل و موارد مطرح نیست، پس فکر میکنین این دخالت ها در افغانستان و در مسائل داخلی افغانستان به خاطر چی و برای چی است؟ به خاطر تطبیق عمق استراتژیک منافع سیاسیشان در حکومتداری در افغانستان هست. ما گفتیم زمانی که با وقاحت وزیر خارجه ایران دست سرپرست وزارت خارجه افغانستان را میگیره و میگه آقای ملا متقی ما 21 ماه منتظر حکومت همشمول هستین، آیا خود حکومت ایرانستانی همشمول هست؟ جایگاه کردها هست، جایگاه بلوچها هست، جایگاه اهل تسنن هست؟ زمانی که پنجابستانی ها میای مطرح بس قرار میدن حکومت همشمول، کجاست جایگاه تی تی پی تحریک طالبان پاکستانی آزاد پختونخواها؟ ببین اینجا تعریف منافع مهم هست. ما افغان ها باید پهلوی هم قرار بگیریم. بله ما هم حکومت همشمول میخواهیم، از استانقلات تا بطرخم، از واخان بدخشان تا به نیمروز باید تمام ملت افغانستان در حکومت سهم داشته باشه، هم متعهدین و متخصصین. این موضوع داخلی ما هست. بله ما هم میگیم دروازه مکاتب باید باز شود، پوانتون ها باید باز شود، بگذارین ملت افغانستان تصمیم بگیرن در راستای حکومتداری خود. اگر حکومت فعلی افغانستان ایجاد فاصله ها را مدیریت نکنه، باز همین کشورهای همسایه و فرامنطقوی که بحث تروریسم مطرح بحث دارن، چرا همین کشورها امروز کوشش میکنن که باز حکومت حاکم شوه، حکومت کابل افراد اشخاص گروپ ها شوه علیه حکومت کابل؟ آیا همیا میزبان افراد و اشخاص نیستن؟ بین واقعیت های عینی جامعه خود طوری ما مطرح بسازین که تمام ملت ما در هر گوشه دنیا هستن واقعیت های عینی جامعه را لمس بکنن. روابط دیپلماتیک منسجم سازیش مکلفیت حاکمیت هست و ایجاد فاصله ها از بین بردن هم مکلفیت حاکمیت هست و این که ما به ملت مراجعه بکنیم وظیفه حاکمیت هست. مهم میبینین که این فاصله ها از میان برداشته شود از سوی امارت اسلامی. امارت اسلامی گام برداره برای تامین حقوق شهروندان تا حداقل فاصله میان دولت و مردم در داخل افغانستان از بین برده شود و فشارهای بیرونی و خواستهای بیرونی و نقدهایشان بر افغانستان و حکومت افغانستان هم پایان پیدا بکنند. ببینین زمانی که حکومت فعلی تا می لحظه هم میگه ما حاکمیت را به زور نگرفتیم، ملت افغانستان با ما بود که ما حاکمیت را گرفتیم، پس اون ملت را که در طول 20 سال نان خوردن خود از شمال تا به جنوب، از شرق تا به غرب با عساکر امارت اسلامی تقسیم کرد، امروز اگر خواسته هایی دارن و خواسته هایشان منطبق به خواسته های شرعی هست و حق شهروندی هست، این را باید حاکمیت لبک بگه. این را ما نگذاریم که از این خلاهای موجود کشورهای همسایه و فرامنطقوی استفاده بکنن و او را علیه ما استفاده بکنن و باز هم مدیریت برنامه شود که خون افغانها ریختانده شود. آیا حکومت فعلی افغانستان پیرامونی موضوع باید برنامه نداشته باشه؟ طبعا که باید داشته باشه. زمانی که ما میتونیم علمای کرام را 5000 را در کابل جمع بکنیم، 6000 را در قندهار داشته باشین، بیاین یک چند هزار دیگر هم داشته باشین و خاصتا اون کسایی که بیرون از افغانستان هست او را هم به داخل بیارین. مشکل اساسی هست که در طول 5 دهه اخیر حکومت های افغانستان نتونستن مخالفین سیاسی خود را در افغانستان بیارن و اون مخالفین سیاسی به دامن کشورهای منطقه و فرامنطقوی ماندن و شبکه‌های استخباراتی از او استفاده کردن. بیاین این خلل را ما مدیریت بکنین، دست خود حکومت فعلی بالای تمام افغان ها هم نوا داشته باشه، موضوع پشتون و تاجیک و ازبک و هزاره، حتی سیک و هندو مطرح بحث نباشه، یک تعریف واحد از منافع ملی افغانستان مشخص باشه، زیر یک چتر افغان ها تصمیم بگیرن که نوعیت حکومتشان، آینده حکومتداری چطور است و حکومت فعلی باید از سرپرست برایه. چرا ما در طول دهها باید حکومت سرپرست داشته باشیم؟ آیا نمیشه که در بدنه حکومتداری از متعهدین و متخصصین و کسایی که دیپلماسی سیاسی منطقه و فرامنطقوی را میفهمند همراه خود داشته باشین که پایه حکومتداری محکم شود؟ سپاسگزارتان.
ممنونتان. آقای خلیلی، شما صحبت ها را باز هم شنیدین. آقای افغانیار تأکید داره که نقد خلاها در افغانستان از سوی کشورهای همسایه و منطقه به معنای ازی است که اونا سیاست های کلان را روی دست دارن، میخواین بازی های سیاسی دیگر را در قبال افغانستان انجام بتن. فکر میکنین با توجه به همین وضعیت سیاسی که در افغانستان جاری است و روابط افغانستان با کشورهای جهان، امارت اسلامی چی کارهایی را باید انجام بده تا بازی ها را مهار بسازه و تامین روابط بکنه؟ بله، ببینین بس ما میخوایم خدمت افغانیار صاحب و دوستا شریک بسازم که مبنای مشروعیت کجاست؟ مبنای مشروعیت چی است؟ خب سوال بسیار کلیات نمیگم فشرده. مبنای مشروعیت در یک کشور ملت است، مردم است. آرامش، رضایت مردم مبنای مشروعیت است. هرگاه یک ملت از یک ساختار سیاسی راضی باشند، رفاه اجتماعی داشته باشند، جان، مال، ناموس، حیثیت، وقارشان در امن باشند، از آزادی و تعلیم و تربیه برخوردار باشند، حق و کار داشته باشند، حق تقاعدشان پرداخته شود، حق سفر داشته باشند، پاسپورت دریافت بکنند، شکنجه نشن، بازداشت نشن، ملت راضی است. هرگاه ملت راضی بود، عمومی ساختار سیاسی از مشروعیت داخلی برخوردار است. درست است؟ وقتی که شما مشروعیت داخلی داشته، کشورهای منطقه بر اساس دو چیز با شما برخورد میکنه. یکی بر اساس قدرت داخلیتان، دوم بر اساس مشروعیت داخلیتان. شما قدرت داخلی که در داخل یک مملکت چقدر تجهیزات نظامی دارین، چقدر امکانات اقتصادی دارین، تأسیسات دولتی دارین، ساختار اقتصاد صنعتی دارین، تبادلات معادلات منطقوی تان چگونه است و دستگاه دیپلماسی تان با منطقه چگونه برخورد میکنه، این نوع قدرت و جایگاه و پرستیژ تان در روابط بین الملل تنظیم میکنه. وقتی که این تنظیم کرد، باز برخورد دولت ها بر اساس مشروعیت داخلی است. شما تصور بکنید زمانی که در ترکیه یک بخش کوچک از مردم دست به کودتا زدند، این فرصت مساعد شد که امریکا مداخله بکنه، روس هم مداخله بکنه، چین هم مداخله بکنه، ولی در ترکیه ملتش تحصیل کرده بود، هوشیار بود، شهروند بودن و نخواستن که بگپ بیگانه ها مملکت خود از بین ببرن، متحد شدن. درست است؟ یعنی یک فرصت بی‌ثباتی داخلی میتونست که ترکیه را با سرنوشت افغانستان مواجه بسازه که عراق نمونهش، سوریه نمونهش و اوکراین همچنان. باور من این است که ما در داخل افغانستان، ما شهروندای افغانستان چرا واقعیت ها را بیان نمی کنیم؟ یک ساختار سیاسی آمده حاکم شده، حالا توسط زور آمده، توسط غیر اما زور آمده. افغانیار اشاره کردن آنچه امارت اسلامی تا اینجای کار ادعا میکنه که بر اساس مشروعیت داخلی به پیش رفته، بر اساس پشتیبانی مردم به قدرت رسیده و حالا هم در تلاش تامین کردن حقوق شهروندان و خواست ها است. ببینید، ما واقعیت های جامعه ما را بیان میکنیم و مکلف بر بیان واقعیت ها هستیم. ببینید، آنچه که امارت اسلامی میگه کاملا او هم درست نیست و آنچه که مخالفینش هم میگه کاملا درست نیست. حرف اساسی و حرف درست را مردم افغانستان میگه. شما بیان از مردم افغانستان رفراندوم بکنین، نظرشان را بگیرین که مردم چی میخواه. شما یک بار از مردم پرسان کردین که آیا مردم میخواه که دخترش به مکتب بره یا نره؟ یک بار از مردم پرسان کردین که میخواد دخترش به وظیفه بره یا نره؟ یک بار از مردم پرسان شده یا نشده که تو پاسپورت ضرورت داری یا نداری و ما برات سلیقه‌ای پاسپورت تبر کنم؟ ببینیم بس این است که ما واقعیت ها را میگیم. این نظریات بیان واقعیت های ما میتونه که حکومت طالبان را کمک بکنه و اینها را بتونه در کنار مردم افغانستان از مشروعیت و اقتدار بیشتر برخوردار بسازه تا شهروندای افغانستان دیگه با نام های مختلف توسط بازی های استخباراتی منطقه کشته نشن. بین واقعیت ها رو بیان بکنیم. واقعیت های افغانستان اینمیست، یک بخش از مردم افغانستان، چی در داخل افغانستان چی در بیرون افغانستان، از اینمی ساختار موجود ناراض هستند. بیاید طالبا با اینمی ناراض خود بشینه در میز مذاکره، در لوی جرگه علما را جمع میکنه، بزرگا را جمع میکنه، بیان که مشکل اساسی افغانستان در کجاست، بیان که بر اساس میکانیزم عادلانه تقسیم قدرت همه در کنار هم بیان. پس فکر میکنین تا اینجای کار چرا این راههای حل را که شما مطرح کردین روی دست گرفته نشده؟ چرا مراجعه به خواست مردم نشده، شوراها دایر نشده و اما پرسی صورت نگرفته؟
دقیقاً یک تا پاسخ بسیار کوتاه که از تاریخ درس نمیگیریم. ببینید حکومت دکتر نجیب از تاریخ درس نگرفت، به صدای ملت گوش نداد. حکومت اشرف غنی فقط خودشون سه نفر حکومت میکردن، نه گوش داشتن، نه چشم داشتن، نه وجدان. فقط اینا درد ملت نمیفهمیدن، اونم هم سرنوشتش. من معتقد بر ازی هستم که هر حکومت، هر ساختار سیاسی که صدای مردم را نشنوه، صدای مخالفین خود را نشنوه، در کنار مخالفین خود ظرفیت و توانمندی و برداشت سخن انتقاد نداشته باشه، سخن مخالفین خود نداشته باشه، او محکوم به سرکوب است. بنابراین من معتقد بایستم که دیگه مردم افغانستان از جنگ خسته شدین، از بی‌ثباتی خسته شدین، از این همه کشمکش و اختلاف خسته شدین، از این همه اختلافات مداخله کشورهای منطقه خسته شدین. ما باور مایی است ما بسیار بسیار به سادگی میتونیم که در افغانستان ثبات را خلق بکنیم. فقط میدانیم که به خواسته های مشروع شرعی قانونی شهروندان افغانستان گوش بدیم. شهروندان افغانستان بیشتر نمیخواین. شهروند افغانستان میخواین که دختر مسلمان و ترک و عرب و فلسطین میره به مکتب، دختر من بره. شهروند افغانستان میخواین که دختر مالیزیا و اندونزیا و پاکستان میره به دفتر کار میکنه، دختر من بره. بنان یک خواست غیر شرعی و غیر قانونی نیست. هرگاه طالبان به این خواسته های مشروع مردم گوش دادن، در کنار مردم استاد شدن، از ظرفیت های موجود استفاده کردن، در داخل افغانستان یک حکومت مقتدر و باثبات ملی و همشمول شکل گرفت. ترکمنستان یک کشوری که با تاریخ محدود، با جغرافیای محدود، با روابط محدود دنیا چیکاره باشه که مثلا مردم افغانستان را به رسمیت نشناسن؟ با کدام منطق سیاسی به بر افغانستان تمسخر بکنه که ما ترا با این ویژگی ها به رسمیت میشناسن؟ چون ما در داخل مشکل داریم، ما درگیر خود هستیم، ما شهروندا. این پتانسیل، ظرفیت، توانمندی ما از بجای اینکه بر رشد افغانستان و مقتدر شدن افغانستان به کار بره، در بازی های پیچیده داخلی مصرف میشه و کشورهای منطقه چی ایران باشه، پاکستان باشه، ترکمنستان باشه، از این آب گلالود افغانستان، از این بی‌سرنوشتی و انزوا و رنج بیشمار مردم افغانستان در روابط بین‌الملل استفاده میکنن. سپاسگزارتان. آقای افغانی، را اگر بحث را جمع بکنیم، آقای خلیلی اشاره کردن بر مشکلاتی که در افغانستان وجود داره، بر جنگ های چندین ساله که در افغانستان جاری بوده، بر سیاست های کشورهای منطقه و بازی های کلان سیاسی که اینجا انجام شده، راه حل فکر میکنین چی است؟ چگونه میشه از این بنبست دیگر بیرون شویم و یک افغانستان آباد، آزاد و صلح‌آمیز، نه به شکل ای که به چند سال محدود باشه، برای مدال عمر داشته باشیم؟ اتحاد، انسجام، همدیگر پذیری مهمترین اصل هست بر حاکمیت ها. اگر ایر ما مد نظر بگیریم و مو شکلی که حکومت فعلی افغانستان میگه بر مبنای تطبیق شریعت ما حاکمیت میکنین، انتو ادل امانات الاهل ها مطرح بحث هست. شعارم از گذشته و بوده و هست که آبادی وطن تعهد و تخصص می طلبد. تعهد بدون تخصص و تخصص بدون تعهد ویرانی وطن هست. بیاین در این شرایطی که در افغانستان دو میدان جنگ نیست و تحت یک فرمان تمام صحبت ها قابل تطبیق هست، ملت را همراه خود داشته باشین. اگر ما برگردین، آیا در طول 20 سال از ملت افغانستان کسی پرسان کرد شما میخواین که اینجا خارجی ها حضور داشته باشه؟ شما میخواین که دو میدان جنگ باشه؟ شما میخواین که چند ده هزار از شما از طریق بمباردمان های کور به شهید شوه؟ طبعا از ملت افغانستان کسی نپرسیده بود. و امروز حاکمیت فعلی که میگه ما تطبیق شریعت میکنین، امانتداری، حکومتداری امانت هست. شما مکلف هستین که ملت افغانستان مراجعه بکنین و از او بخواین که در ساختار سازی همراه شما باشه. تمام کشورهای منطقه و فرامنطقوی تطبیق عمق استراتژیک منافع سیاسیشان هدفشان هست. مشکل ترین اصل در افغانستان منابع سرشار طبیعی ما هست. اگر ما به تریلیون‌ها دلار ما منابع دارین، از او استفاده نمیکنین. از جمهوریت تا فعلا دست ما دراز هست که بر ما کشورهای دنیا کمک بکنه. سالانه بیش از 47 میلیارد متر مکعب آبهای طبیعی افغانستان به ایران و پاکستان میره. آیا او افغانستان باثبات را میخواهند که مرزهای خود مدیریت بکنه و ای آبها مدیریت شود؟ وقتی که از آدرس یک زغال سنگ پاکستانی میگه ما سالانه 2 میلیارد دلار ما منفعت کسب میکنین، در طول 19 ماه جامعه جهانی 2 میلیارد دلار به ما کمک کرد و نام ما هم شد کشور کمک گیرنده و گدا. اما از یک زغال سنگ کشورهای همسایه منفعت کسب میکنن.
بیاین در راستای ایجاد اتحاد و انسجام و همدیگرپذیری همنوا باشین و حکومت فعلی افغانستان، بالای معادن افغانستان، بالای مدیریت آبهای افغانستان ای کار بکنه، زراعت خودکفا بسازین. همون شکلی که در قشتپه فعالیت میکنین، میگین تا دو سال آینده ما از بخش ارتزاقی خودکفا میشین، بیاین در سیاست و پالیسی سازی هم ما خودکفا شوین. هستن و بودن متعهدین و متخصصینی که در گذشته تحصیل کردن و امروز در افغانستان هستن، ایفای وظیفه نمیکنن، اونها رو همراه خود داشته باشین. اگر بحث مکاتب هست، زمانی که 2 میلیون دختر رو مکتب نمیره، هر کدام از این یک خواهر و یک برادر داشته باشن 4 میلیون، یک پدر و مادر 4 میلیون، 8 میلیون نفر ما میال از خود ما دور ساختین. به خاطر چی؟ به خاطر احقاق حقی که حق داخل، حق شهروندی است و این حکومت فعلی باید مشکلات داخلی را در افغانستان ما حل بسازیم. نگذارن که خارجی ها بر ما نسخه حکومت داری بدن، اما خودشان در حاکمیت داریشان با مشکلات عدیده مواجه باشن. سپاسگزارتان آقای خلیلی، صحبت های آخر شما را هم می داشته باشیم. سلامت باشین. من فقط یک جمله به افغانی ها میگم، این بسیار شاید مناسب نباشه که ما ساختار سیاسی امروز افغانستان با گذشته، با زمان آقای کرزی و آقای غنی بیاییم مقایسه بکنیم، چون در اونجا ما بحثی بود که یک ساختار سیاسی با نام دموکراسی حاکم بود. اگر در ختم روز فساد صورت گرفت، قتل صورت گرفت و فرار کردن از افغانستان، یک ساختار سیاسی بدنام شد به نام دموکراسی. درست است؟ اما اگر امروز حاکمان زمان اشتباه بکنن، صدای مردم را گوش نکنن، بر مردم ظلمی صورت بگیره، از آدرسی ساختار فساد صورت بگیره و خدای ناکرده افغانستان بر یک بی‌ثباتی، بر یک ناامنی، بر یک جنگ نیابتی دیگه بره، در ختم روز چی بدنام میشه؟ اسلام. در ختم روز چی بدنام میشه؟ مسلمانان. هیچ جای دنیا در یک کسی به نام ساختار سیاسی اسلامی خود چیزی را یاد کردن نتانست. بران ما یه اساسیت در نظر داشته باشیم که امروز ساختار سیاسی موجود افغانستان که حاکمان زمان هستند، اینها از آدرس معتبرترین دین و از آدرس مقدسترین ارزش ها اینا حکومت داری میکنن. هر اشتباه از اینها مستقیم پیوند داره و ارتباط داده میشه و پیامدش بر اسلام است. با من محتاط باشیم، به صدای مردم باید گوش بدیم، در داخل افغانستان به اجماع و به ثبات برسیم تا اینکه منطقه و دنیا خودش به رضایت خود با ما تعامل بکنه. سپاسگزارتان مهمانان گرامی، آقای پرویز خلیلی استاد دانشگاه و آقای زلمه افغانیار رهبر جریان همبستگی ملت واحد افغانستان و آگاه سیاسی، از حضورتان در برنامه و از این که فرصت گذاشتین.